رژیم غارتگر ولایت فقیه در زمینه آلوده سازی محیط زندگی و سلامت مردم هیچ کم نمی گذارد. یکی از نمونه های آن استفاده از فاضلاب برای مصارف کشاورزی آن هم در استان تهران است. پسابها و فاضلابها در همه جا سلامت مردم را در خطر ابتلا به بیماری های گوناگون قرار می دهند. در شهرستان اسلام شهر در نزدیکی تهران فاضلاب واحد های صنعتی و تولیدی تمامی زمین ها و محصولات کشاورزی را می آلاید. اونی میخوایم که واقعا رسیدگی بکنن محصولات کشاورزی مردم استفاده میکنن. ما الان خب نمیدونستیم، الان اومدیم دیدیم که از آب فاضلاب استفاده کردن. واقعا خیلی افتضاح وضعش. واقعا میگیرن استفاده میکنن، مریض میشن، کلی مریضی میاد برای بچه‌هاشون. دارن میبینن دیگه، 1 میلیون هکتار اینجا زمینه، یه حلقه چا هم اینجا نیست، همش هم داره از همین فاضلاب شهری دارن آب میدن بهش. و در حاکمیتی که تولید کشاورزی را به نابودی کشانده و بی‌رویه محصولات کشاورزی را از خارج وارد می‌کند، کشاورزان بی‌پناه برای تأمین آب خود هیچ امکانی جز فاضلاب نمی‌یابند. از این جوب خاکی بخواد آب بکشه تا اینجا بیاره، نصف این آب شده، میگم بیشتر از نصفش پرته. و اون آبی که به این زمین میرسه نصف این آبیه که این بابا داره هزینه‌اش می‌کنه. ناچارن آب فاضلاب به تنگیش می‌زنه که بتونه هزینه ای که کرده و خرجی که بابت زمین کرده در بیاره. همه چیز مثلا برامون میرسید، مثلا اداره کشاورزی میرات استام و کوت اینا همه برامون میداد، الان اینجا هیچ چیزی برامون نمید غیر از این آب فاضلاب. اینا از مجبوری سا. یک نمونه دیگر روانه کردن فاضلاب در زمین های بخش جنوبی شهر پرند در نزدیکی تهران است. میخوام برم برای خونمون، از این مسیر حرکت ما، چون بوی شدیدی داره، واقعا مردم رو اذیت میکنه. مخصوصا تابستون درها رو اصلا نمیتونیم باز بذاریم. تابستون به هیچ عنوان هیچ خونه‌ای نمیتونه کولرش رو روشن کنه. گسترش آلایش آب و هوای کشور بر اثر سیاست‌های چپاولگرانه حاکمیت آخوندی است که یا اصلا اقدامی صورت نمیدهد، یا اگر بودجه‌ای هم برای جایی در نظر میگیرد، در دزد بازار مافیای آخوندی سر از ویلاها و برج‌های آقازاده‌ها و سردارزاده‌ها در می‌آورد. آنچه که باز هم برای مردم می‌ماند همین آب و هوای آلوده و روز به روز در حال گسترش است. در حالی که در صورت وجود یک حاکمیت مردمی تمامی این پساب‌ها از طریق تصفیه قابل بازیافت و استفاده است.